همه ایران در دستان شماست. عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی. امروز آدینه 18 فروردین ماه 1391 برابر با 6 آپریل 2012. بسیار خوشحالم که در این روز بسیار حساس و تاریخی در خدمت شما عزیزان هستم. برنامه‌ای داریم که چندی است در جبه اون صحبت کرده بودیم و یک سال و نیم هست که منتظر اون هستیم. امروز تا چند ساعت دیگر انتخابات هیئت ناظرین بر تشکیل شورای تدارک دوران گذار در نهاد مردمی خواهد بود و در بخش دوم این برنامه که تمام برنامه امروز رو در بر خواهد گرفت، نامزدهای این انتخابات که از داخل کشور و خارج از کشور هستند و برای اولین بار عزیزانی با نام مستعار در این انتخابات هم نامزد شده اند و برای اولین بار عزیزان با نام مستعار از سراسر جهان می توانند در کنار عزیزان با شخصیت حقیقی در این انتخابات رأی بدن و امروز گفتگو و مناظره‌ای خواهیم داشت بین این هموطنان عزیز که پا جلو گذاشتند که در این راه بسیار مهم همکاری کنند. ولی قبل از اینکه ما به اون قسمت بخش برسیم، می‌خواستم که گفتگوی کوتاهی داشته باشیم، معرفی و گفتگوی کوتاهی با میهمان این هفته روز یک شنبه تالار گفتگوی نهاد مردمی. میهمان این هفته تالار گفتگوی نهاد مردمی جناب آقای علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در کالج آف د کانیونز و بازنشسته از دانشگاه وستلن اوهایو هستند، یونیورسیتی. ایشون به عنوان تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه حضور فعالی در انجمنهای تحقیقاتی مربوط به ایران و خاورمیانه و رسانه‌های فارسی و انگلیسی زبان دارند. ایشان یک دوره مدیریت مرکز تحلیل و پژوهش در مورد ایران سیرا و ریاست انجمن جامعه شناسی میشیگان را به عهده داشتند. از ایشان تاکنون 5 کتاب با نام‌های نوجوانان در خاورمیانه، جامعه شناسی خانواده ایرانی، فرهنگ ایرانی، جامعه مدنی و دغدغه دموکراسی، سنت‌ها و فرهنگ‌های ایران، الگوها و آموزه‌های تدریس توسعه نوشتند و بیش از 70 نقد کتاب و مقالات تحقیقی و تفسیری به زبان‌های فارسی و انگلیسی در مورد جامعه شناسی طبقات و علم و دین و زنان، سیاست، جوانان و دانشجویان در ایران چاپ کردند. جلسه ای که ایشون در اون سخنرانی خواهند کرد و میهمان خواهند بود، همین یک شنبه 8 آوریل ساعت 11 صبح به وقت غرب آمریکا، 10:30 شب به وقت ایران، 8 شب به وقت اروپای مرکزی خواهد بود در اتاق گفتگوی نهاد مردمی که در پلتاک هست در بخش آسیا و پاسیفیک در ساب کاتگوری یا زیر بخش ایران. موضوع سخنرانی جناب دکتر اکبر مهدی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و مخالفان داخلی و خارجیش در مقابله با یکدیگر خواهد بود. اجازه بدید که من اینجا درودی داشته باشم به جناب مهدی. جناب دکتر مهدی، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه نهاد مردمی. درود بر شما. درود بر شما و تمام هموطنان عزیزی که ما رو می‌بینند و می‌شنوند
منم خیلی خوشحال هستم که بتونم در این فرصت در خدمت شما خودم رو و حداقل معرفی بکنم و یه خلاصه مختصری از این که چه بحثی خواهیم کرد رو خدمتتون ارائه بدم. بفهمید خواهش میکنم. خیلی خوشحال خواهیم شد. عرض کنم که اون چه که مهم هست این است که جمهوری اسلامی قریب به بیش از 30 سال در رأس قدرت بوده و شاید بعد از کشور کوبا و کره شمالی سومین کشوری است که در جهان رقیب و مخالف خارجی انقدر قوی داره که سعی در مقابله با اون و عرض کنم برخورد با اون رو داره. و مسئله این هستش که باید دید چگونه میشه و در ضمن در درون کشور جمهوری اسلامی یکی از حکومت‌هایی است که بیشترین مقدار مخالف رو در جامعه خودش بر علیه خودش داره، یعنی هم مخالف خارجی داره هم مخالف داخلی داره. مخالف‌های داخلیش تعدادشون زیاد هست، خشمشون زیاد هست، بریدگیشون از رژیم خیلی گسترده است و فاصله عظیمی دارن و خشمی هم که دارن خیلی انباشته است و در مواقعی هم که خودش رو ظهور داده به صورت حتی خونینی بوده گهگاه. چگونه می شود که رژیمی با این همه مخالف، چه در سطح داخلی چه در سطح خارجی، چه به صورت منظم چه به صورت غیر منظم، چه سازمان یافته چه غیر سازمان یافته و دوام آورده و این تداوم جمهوری اسلامی ناشی از چه عواملی است، چه ظرفیت هایی در درون مخالفین این رژیم هست یا در درون خود این رژیم هست که این توازن رو به این گونه در این 3 دهه و بیش از 3 دهه نگه داشته و جمهوری اسلامی همچنان تداوم یافته. این یا باید از روی ضعف مخالفین باشه یا باید از روی ضعف خود رژیم جمهوری اسلامی باشه. واقعیت این هستش که هر دوی این دو سوی این معادله ضعف‌های خودشونو دارن ولی قوت‌های خودشون هم دارن و من فکر میکنم هنوز اون شیمیایی لازم، ترکیب لازمی که بتواند این عناصر متضاد و عرض کنم که متناقض رو در سطوح مختلف به هم مرتبط بکنه و بتواند وزنه یک طرف رو به طرف دیگر قوی بکنه به گونه ای که دیگری رو بتونه از صحنه خارج بکنه پیش نیامده و این خود هم از نظر خودشناسی اپوزیسیون مهم هست، هم از نظر خودشناسی جمهوری اسلامی، به ویژه که جمهوری اسلامی توهم‌های بسیار وسیع نسبت به خودش داره، ادعاهای بسیار وسیع نسبت به خودش در سطح جهان داره، نه در سطح ایران فقط به این گونه نیست که میخواد مثلا مثل دولت پهلوی شاه میخواستش که ایران رو به عنوان یک تمدن بزرگ برسونه، ولی جمهوری اسلامی معتقد هستش که فقط هدفش این نیست که ایران رو فقط به یک جای بزرگتری برسونه یا به ایرانی رو جمهوری اسلامی رو فقط یک نمونه عالی بکنه، بلکه بعد از انقلاب زبان صدور انقلاب رو شروع کرد به کار گرفتن و پس از مرگ آقای خمینی به ویژه در دوران آقای احمدی نژاد در این 6 سال خورده گذشته زبان این که راه حلی هم برای جهان دارد رو مطرح می کند. به عبارت دیگه شما با یک واقعیتی مواجه هستید که میخواد خودش رو فراتر از اون حتی توان خودش نشون بده، در حال اینکه در درون خودش هم هنوز مشکلات زیادی داره، ولی به هر حال در مجموع توانسته تا به امروز رو پای خودش وایسه و به ادعاهای خودش حداقل بلندگوهای ادعایی خودش رو همچنان برقرار نگه داره، با اینکه رقیب بسیار سرسختی در صحنه بین المللی داره، به حساب دشمنان و مخالفین بسیار سرسختی داره. امروز تحریم ها از هر سو از طریق سازمان ها و نهادهای بین المللی داره بر علیه این کشور پیاده میشه و در پیش هم هست، بسا و هنوز هم به طور کامل نرفتن جلو. خب چگونه است این رژیم داره دوام میاره و برای درک اینکه چه عواملی باعث شده این رژیم تا
به امروز دوام بیاره و مخالفانش نتوانند موفق بشن بر علیه آن، یک مختصری به عوامل جامعه شناسانه، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی که به این مسئله کمک کرده و اینکه خود جمهوری اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی در کجا هستند، هر یک چه میکنند و چه توانایی هایی داشتند، چه در چه زمینه هایی موفق بودند و در چه زمینه هایی ناموفق بودند. این صحبت رو خواهم باز کرد. بسیار بسیار متشکرم جناب دکتر مهدی. هزادی من این سوال از شما بکنم. فرمودی در اول صحبتتون که این به نظر میاد یک توازنی هست به دلایل مختلف بین قدرت و استمرار جمهوری اسلامی و مخالفینش. آیا در زمان حال که همونجور که فرمودید دنیای غرب، اکثر کشورها و اپوزیسیون داخل کشور و خارج از کشور به هر صورت به نظر میاد که دارن نزدیکتر میشن به همفکری، آیا فکر میکنید که بر اساس تفکر و تحلیل شما پتانسیال اون هست؟ یعنی جوابی دارید برای اینکه اپوزیسیون بتونه از این فرصت استفاده بکنه و هر چه زودتر غلبه بکنه بر حضور و وجود جمهوری اسلامی؟ ببینید، حرکت های همواره از طرف مخالفین جمهوری اسلامی انجام شده ولی موفق نبوده که رژیم رو دگرگون بکنه به صورت خیلی وسیع. شاید بعدا توضیح خواهم داد، در اون صحبت هم باز خواهم کرد که این مخالفیت از کدوم زاویه ها اومده، چون مخالفت برونی داریم، مخالفت درونی داریم. ولی تا به حال رژیم جمهوری اسلامی هرچی جلوتر اومده، نه تنها اون حمله ها یا عرض کنم که مقاومت ها و عرض کنم که تحرکاتی برای تغییر رو مهار کرده، بلکه توانسته پایگاه های خودش رو از نظر حداقل از ابعادی، پایگاه مشروعیتی و مردمی رو من صحبت نمی کنم، چون اونجا اتفاقا نقطه ضعفش در همونجا هستش که صحبت خواهم کرد، خواهم شکاف. ولی از نظر اقتصادی توانسته دوام بیاره، از نظر سیاسی توانسته دوام بیاره، از نظر نظامی توانسته دوام بیاره و غلبه بکنه با استفاده به خصوص از نیروی نظامی و اقتصادی که داره، توانسته غلبه بکنه و این تهدیدها رو مهار بکنه. امروز جمهوری اسلامی با یک تهدید بسیار بزرگتر و وسیع‌تر و گسترده‌تری در تمام سطوح به خصوص از حوزه اقتصادی مواجه شده و اپوزیسیونش هم به نظر میرسه که در خارج از کشور حداقل یک سلسله تحرکات و تعاملاتی رو ما می‌بینیم در جهت هماهنگ شدن، ولی هنوز با نه این هماهنگ شدن نتیجه بسیار مثبتی داده که ما ببینیم که مثلا به طور عملی بتونه خودشو در صحنه نشون بده. شاید موقعیت ها عوض بشه، ولی هنوز این با اون صورت به ثمر نرسیده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم همچنان مدعی ادعاهای خودش باقی مونده و در سطح بین المللی و به قول معروف رجزخونی های خودش رو هم از نظر داخلی و هم از نظر بین المللی داره ادامه میده و این که حالا کجا کمر این قضیه بشکنه هنوز خیلی زود است که صحبتی راجبش بتونه انسان از نظر علمی بکنه و باید منتظر وقایع بود. اگر جمهوری اسلامی بتواند در ارتباط خودش با تهدیدهای به خارجی آنها رو محدود بکنه و به نحوی کاهشش بده، من فکر میکنم که احتمالا ما وارد یک چرخش جدیدی میشیم که اپوزیسیون هم این تحولاتی رو که امروز اپوزیسیون درگیرش هست با تغییرات کیفی و تطبیق پذیری احتمالا در جهت دیگری خواهد رفت. ولی اگر ما در همین مسیری که امروز داریم ادامه میدیم، تهدید خارجی من فکر میکنم تحت الشعاع قرار میده، تحولات و تعاملات مخالفین جمهوری اسلامی رو، و باید دید که این تهدیدهای خارجی چه ضربه هایی میزنه که از درون کشور چه حرکاتی انجام میشه. ببینید، شما کمتر اقتصادی رو پیدا میکنید که دچار یک همچین مشکلاتی شده باشه در سطح بین المللی و مردم تو خیابونا هنو نریخته باشن و ما هنوز اون رو ندیدیم. و این حالا چه عواملی هست، چه چیزایی هست از نظر اقتصادی، من انقدر نمیتونم، تخصصی هم ندارم که بخوام نظر دهی کنم، ولی ابعادش برای همه آشکار، زیاد نیاز به تخصص هم نداره. اینکه جمهوری اسلامی توانسته تا به امروز این شرایط رو کنترل بکنه و مهار بکنه و در مقابل طغیان هایی که
ناشی از این محرومیت ها و فشارهای بسیار وسیع انجام بده، این خودش نشون دهنده این هستش که توازن هنوز به نفع مخالفین جمهوری اسلامی نیست. البته من فکر میکنم اگر ما در دو سه ماه آینده وقتی که وارد حوزه کامل تحریم ها از اوایل جولای باشیم، ممکنه واقع وضعیت کاملا عوض بشه. ولی خب میدونید که در مذاکرات که الان در پیش هست، البته همیشه با سنگلاخ بسیار، احتمال این هستش که تحولات سیاسی و دیپلماتیکی به وجود بیاد که بتواند در حوزه رفتاری رژیم و رفتاری اپوزیسیون اثر گذار باشه. جناب دکتر مهدی، بسیار بسیار متشکرم از اینکه در برنامه امروز ما شرکت کردید و به امید دیدار دوباره شما روز یک شنبه در تالار گفتگو. هموطنان عزیز از سراسر جهان، عزیزانی که دسترسی به پلتاک دارن، از طریق اتاق پلتاک میتونن در تالار گفتگوی نهاد مردمی همین یک شنبه 8 آپریل ساعت 11 صبح وقت غرب آمریکا، 10:30 شب ایران، 8 شب اروپای مرکزی به سخنرانی و سخنان جناب دکتر مهدی گوش بدن. بازم متشکرم. درود بر شما. خدا نگهدار. درود بر شما. خداحافظ. خب هموطنان عزیز، اجازه بدید که در اینجا من در وهله اول تشکری داشته باشم از گروه نظارت بر انتخابات، جناب توسل رفیعی، جناب ابراهیم گنجی و عضو موقت این گروه جناب رضا کیا که انتخابات و کارهای سخت این انتخاباتی رو که در پیش داریم و رأی‌گیری‌ها رو انجام دادن. همجوری که می‌دونید انتخابات تدارک شورای دوران گذار نهاد مردمی بر اساس آیین‌نامه نهاد مردمی زیر نظر هیئت امنا هست که در فاز اول هیئت امنا کمک کردند که فرم‌ها و سوال‌ها و نحوه برگزاری تایید بشه و تصویب بشه و بعد مسئولیت اجرای اون رو دادن به گروه بسیار خوب ما در گروه نظارت. من در اینجا اجازه بدید که از نماینده این گروه که امروز برنامه رو اداره خواهند کرد، آقای مهندس توسل رفیعی که با چهره و صدای ایشون آشنا هستید، خواهش کنم که از اتاق پلتاک میکروفون رو بگیرن و در رابطه با مقررات بحث و گفتگو و مناظره امروز توضیحاتی بدن. جناب رفیعی بفرمایید. خواهش میکنم. با سپاس از شما جناب دکتر فروتن عزیز و با درود به هممیهنان عزیز و دوستان حاضر در تالار پالتاک، من توسل رفیعی هستم و نمایندگی از همکارانم در گروه نظارت بر انتخابات امروز ناظر و مجری این گفتگو با نامزدهای انتخاباتی شورای تدارکات دوران گذار هستم. من خیلی سریع با عرضه شما قوانین برگزاری برنامه رو امروز به اطلاعاتون میرسونم و برای اینکه وقت کم هستش سریع بریم سر اجرای برنامه. در اول برنامه من از جناب دکتر فروتن تقاضا میکنم که یک بیوگرافی کوتاهی که درباره نامزدها نوشتیم و قبلا هم به هممیهنان ایمیل شده بخونن تا آشنایی داشته باشیم با این دوستان. بعد از اون برنامه رو به این صورت اجرا میکنیم که پرسش هایی مطرح میشه. برای هر پرسش من که مجری برنامه هستم 1 دقیقه وقت میگیرم که پرسش رو مطرح بکنم و نامزدهای عزیز که در تالار هستن هر کدام 2 دقیقه وقت دارن که پرسش جواب بدن. در این انتخابات ما 7 نامزد داریم که من با عزتون لیست نامها رو از روی به ترتیبی که در تالار هستن میخونم. جناب آقای دماوند، بانو مهین ارجمند، جناب آقای فرهاد تالشی، بانو فرهنگ وارسته و جناب سیامک رفیع‌زاده. از نامزدهای دیگه 2 نفر دیگه فعلا نمیتونن باشن. یکی جناب محسن 1961 هستش که با نام سرهنگ سیروان مقدم هستن و جناب باربود دانشجو که این 2 نفر اعلام کردن سعی خودشونو میکنن که بیان ولی اگر نتونستن متاسفانه عذر هست. دلیل اینکه بعضی از اسما رو به صورت
مستعار میخونیم اینه که در این انتخابات هم که همونجور که دارم به دکتر فروتن گفتن، هم اعضای حقیقی میتونن شرکت بکنن و هم اعضای مستعار. برای همین بعضی نام ها به صورت مستعار هستش که از شما پوزش میدن. بعد از اینی که قسمت پرسش و پاسخ تموم شد از طرف ناظرین، جناب دکتر فروتن هم اینجا به عنوان مجری برنامه میتونن سوالی داشته باشن. بعد از دوستانی که در تالار حاضر هستن خواهش میکنیم که نوبت بگیرن، دست خودشونو در تالار بالا ببرن، اگر پرسشی دارن مطرح بکنن از این یاران. دوباره 1 دقیقه برای طرح پرسش و 2 دقیقه برای جواب. لازم هم هستش که توضیح بدم که نامزدها مجبور نیستن به تمام پرسش‌ها جواب بدن. هر سوالی که دوست دارن میتونن جواب بدن و اگر خواستن میتونن از نوبتشون گذر کنن و نفر بعدی که لیستش رو بانو پوراندخت در اتاق مدام میزنن به اون ترتیب ما سوالا رو میکنن. همچنین اگر دوستانی میخوان پرسش داشته باشن در تالار، میتونن پرسش خودشون رو مستقیما از یک نامزد به خصوصی بپرسن. البته اون نامزد نفر اول خواهد بود که جواب میده. دیگر نامزدها هم اگر مایل باشن میتونن به اون سوال جواب بدن یا میتونن نوبت خودشون رو رد بکنن و به پرسش بعدی برسن. به هر حال این قوانین برنامه امروز بود. زمانها به صورت بسیار شدیدی حفظ میشه. من به هر کدوم 2 دقیقه فرصت میدم که جواب بدن. وقتی 2 دقیقه تموم شد تایم میزنیم. خواهش میکنم میکروفون رو رها بکنید، وگرنه میکروفون از شما گرفته میشه. قوانین الان عوض نمیشه، قوانین قبلا برای همه فرستاده شده و 2 دقیقه بیشتر نیست. با سپاس از همه دوستان که به این قوانین گوش دادن، سعی میکنیم که برنامه‌ای داشته باشیم که همه بتونن در شرکت بکنن و نظر بدن. جناب دکتر فروتن، من میکروفون رو به شما تقدیم میکنم که اگه میشه بیوگرافی این دوستان رو بخونیم. با سپاس. با تشکر از مهندس توسل رفیعی عزیز برای توضیحاتی که دادن در رابطه مناظره امروز. من از روی متنی که برای همه عزیزان فرستاده شد که روی صفحه تلویزیون میبینید، بیوگرافی کوتاهی از هر کدوم از عزیزان رو میخونم و زمانی که نام هر کدوم از عزیزان رو بردم، منصور عزیز اتاق فرمان عکس اون نامزد رو، چه عکس حقیقی و یا آیکان برای مستعار رو روی صفحه تلویزیونشون خواهند داد. اطلاعات زیر برگرفته از بیوگرافی نامزدهای انتخاباتی ناظرین شورای تدارکات دوران گذار نهاد مردمی و یا دریافت شده از خود نامزدها و یا حامیان آنان میباشد. لیست زیر به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نامزدها تنظیم شده و نشانه هیچ گونه ارجحیت نامزدی بر دیگری نمیباشد. نفر اول، نام نامزد بانو مهین ارجمند، عضویت با شخصیت حقیقی در نهاد مردمی. ایشون نوشتن در رابطه به خودشون که من در یک خانواده بسیار میهن پرست به دنیا آمدم. پدر بزرگم سرهنگ امیرافشار که در روسیه و فرانسه درس خوانده بود، در مقابل شورش ها و بلواهای ضد تمامیت ارضی ایران ایستاد و جنگید. جد پدر بزرگم مصطفی خان بهارالملک افشار از هموندان امیر کبیر بود و از ایشان بسیار میتوان در کتاب سفرنامه پیترزبورگ خواند. من از 17 سالگی در حزب پانیرانیست عضو بودم. از همان هنگام در رادیوها صحبت کردم و در روزنامه ها نوشتم. در ایران و انگلیس درس خواندم و رشته من کامپیوتر بوده. بعد از فرو ریختن بهمن بر سرمان به ناچار به آلمان آمدم و از همان اولین روزهای ورود به اتفاق دوستان و هموندان خود به کار سیاسی ادامه دادم و بیش از صدها نشست سیاسی را در آلمان داشتم و برای اینکه هر گروه سیاسی در درون خود به یک همبستگی دست یابند تلاش کردیم. کار بسیار مهم خود را در شرکت در سالن پارلمان آلمان که در برلین به دعوت اتحادیه اروپا بوده است می‌دانم. من به اتفاق دوستانم جنبش همبستگی ایران را تأسیس کردیم و در سال 1990 دفاع از حقوق بشر را در آلمان به ثبت رساندیم. به همین دلیل هم در ترکیه مورد سوء قصد قرار گرفتیم. را از سال 2004 میدانم که با سازمان SOS ایران آشنا شدم، چرا که بیشتر تکنوکرات های هستند، مؤدب، میهن پرست و آگاه، و کتاب های بسیاری در رابطه با کارم کامپیوتر نوشتم و یک کتاب هم از زندگی ایرانیان در داخل ایران و غربت به نام تبعید به عنوان یک انتخاب. کاندیدای بعدی
با نام مستعار باربد دانشجو، با نام مستعار در نهاد مردمی. متن ارسالی این هموطن عزیز از داخل کشور: این جانب باربد دانشجو در خانواده بی مذهب در تهران به دنیا آمدم. به خاطر جنگ به اصفهان رفته و ابتدایی و راهنمایی را در اصفهان و مابقی دوران تحصیل را به تهران بازگشته و در تهران ادامه دادم. در تهران زندگی می کنم و مشغول تلاش می باشم. در حال حاضر هم دارای لیسانس کامپیوتر می باشم. نام نامزد بعدی، نام مستعار دماوند 1706. این جانب 1706 دماوند، ساکن تهران ایران، 48 ساله، متأهل، شغل پیمانکار، مخالف رژیم آخوندی ولی فقیهی و حذف کامل آن و معتقد به مبارزه تا رسیدن به آزادی مردم میهنم هستم. نامزد بعدی سیامک رفیزاده، عضو شخصیت حقیقی نهاد مردمی. با درود به پشتیبانان نهاد مردمی، من سیامک رفیزاده بدین وسیله نامزد انتخابات ناظرین شورای تدارک دوران گذار بوده و آمادگی خود را برای انجام وظیفه لازمه برای محقق کردن یکی از مهمترین پروژه های نهاد مردمی که همان تشکیل شورای دوران گذار می باشد اعلام می کنم. این مسئولیت مهم سنگ بنای رسیدن به مسائل حیاتی و پیچیده دوران گذار بعد از فروپاشی این رژیم ضد بشری آخوندها می باشد. دورانی که تمامی امور کشوری از اقتصاد و امنیت گرفته تا محفوظ نگه داشتن میراث‌های تاریخی و مرزهای ایران عزیزمان، همه بایستی برنامه ریزی و سازماندهی شوند. البته که شورای دوران گذار برای دستیابی به این هدف بزرگ از وجود متخصصان و اندیشمندان ایرانی در سراسر گیتی، اعم از اعضای نهاد مردمی و گروه‌های دیگر و منفردین کمک خواهد گرفت و این الگو خود چارچوب دستیابی به اتحاد عمل و یا همبستگی تاکتیکی با سایر گروه‌های اپوزیسیون واقعی و صادق که خواهان ایرانی آزاد و آباد و یکپارچه می‌باشند خواهد بود. در شروع کار مهم پیش رویمان برای تک تک نامزدها آرزوی موفقیت دارم و مطمئن هستم که همگی دست در دست به سوی هدف اصلی نهاد مردمی که همان کمک کردن به مردم کشورمان در راه مبارزه حقانه آنان در دستیابی به یک سیستم حکومتی مردم سالار و دموکراتیک است حرکت کرده و قدم به قدم با آن نزدیکتر خواهیم شد. پاینده ایران و سپاس از مبارزان راه آزادی کشورمان. با مهر، سیامک. نامزد بعدی آقای فرهاد طالشی، شخصیت حقیقی، پشتیبان نهاد مردمی. با درود حضور هم میهنان، این رژیم از درون پوسیده است و با یک حرکت همگانی و منسجم فرو می پاشد. فقط لازم است تمامی اقشار و جریانات فکری میهن از همه طیف‌ها و نسل‌ها فارغ از هر گونه باورهای عقیدتی، ایدئولوژیکی و سیاسی دست به دست هم داده و در یک صف متحد قرار گیریم تا بتوانیم در جهت منافع مشترک ملی به یک راهکار موفق دست پیدا کنیم. همه چیز بستگی به نوع نگرش ما دارد و هر مسئله‌ای راه حلی دارد. ما می توانیم با تغییر طرز فکر خود اوضاع ایران را متحول کنیم، چرا که بر این باورم در بسیاری از چالش‌های بزرگ و کوچک زندگی اگر نگرشمان را تغییر دهیم شاهد تغییرات چشمگیری خواهیم بود. در واقع چیزی عوض نمی شود. این ما هستیم که این بار از زاویه متفاوت به مسئله می نگریم. در این رابطه لازم است تمامی اوهام و خرافات را از ذهن خود دور سازیم. به خصوص اوهام و خرافاتی که در خلال این 11 سال توسط لباس سفید ها، قدرت و کیف به دست ها نف در جامعه تزریق شده. لباس سفید هایی که تشنه قدرت هستند و کیف به دستانی که به فکر منافع مادی هستند و هر دو گروه از این اوهام و خرافات مردمی نف می برند. سپاس از توجه شما. با آرزوی آزادی ایران و سربلندی ایرانیان در همه عرصه‌های زندگی، فرهاد طالشی. نامزد بعدی بانو فرهنگ هستند، عضویت با نام مستعار در نهاد مردمی. ایشون نوشتند: من فرهنگ وارسته، عضو مستعار نهاد مردمی از داخل ایران هستم که از بدو تأسیس این نهاد بدان پیوستم و از جوان 2011 فعالیت خود را با پیوستن به گروه ترجمه نهاد آغاز کردم. من خواستار حکومتی سکولار و دموکرات برای ایران هستم و معتقد به رعایت 30 اصل حقوق بشر بوده و باور دارم که تمامی انسان‌ها فارغ از نژاد، قوم یا اندیشه سیاسی یا عقیدتی که بدان تعلق دارند شایستگی برخورداری از این حقوق را دارند. همینک در ایران دولتی مشغول زمامداری امور است که تنها به فکر چپاول ثروت‌های کشور برای دست‌اندرکاران حکومتی و بر سر کار ماندن برای ادامه این چپاول حتی به قیمت مستعمره نمودن ایران به توسط چین و روسیه
ناحیه است و توجهی به حقوق انسانی و منافع تک تک شهروندان این جامعه ندارد و علی رغم اعتراضاتی که از سوی مردم برای رسیدن به حقوق انسانیشان صورت میگیرد، این حکومت همواره پاسخ این اعتراضات را با سرکوب و انواع فشارهای اجتماعی داده و تلاش کرده که فریاد آزادی خواهانه مردم را خاموش و کنترل کند. خود من از سال 57 پس از پیروزی انقلاب تنها شاهد اعدام و سرکوب به توسط این رژیم بودم و به عنوان یک ایرانی همواره از اعدام و سرکوب شهروندان در عذاب بودم و خواستار آزادی و آرامش برای تک تک شهروندان جامعه هستم. در نتیجه باور دارم که تنها راه رسیدن مردم به آزادی‌های اجتماعی و حقوق انسانیشان بر کناری حکومت حاضر است و در راه رسیدن مردم به خواسته‌هایشان از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهم کرد و بدین مبارزه تا پیروزی ادامه خواهم داد. امیدوارم که بتوانم از حمایت شما در مسیر مبارزاتم و پیروزی در این انتخابات بهره مند شوم. و نفر بعدی، نفر آخر که در این انتخابات هستند، نام نامزد، نام مستعار محسن 1961، سرهنگ بازنشسته سپاه پاسداران هستم، محکوم به اعدام که در بهمن ماه 66 از کشور گریختم و به یکی از کشورهای اروپایی پناهنده شدم. فرزندانم آواره و 13 ماه است از خانواده‌ام بی اطلاع هستم. در فیسبوک و جامعه مجازی می نویسم و می سرایم. خاک پای ایرانیان آزادی خواه هستم. با تشکر از توجه شما به بیوگرافی این اعضا، اجازه بدید که من میکروفون رو بدم خدمت جناب توسل رفیعی که مسئول برگزاری این مناظره هستن. جناب توسل بفرمایید، خواهش میکنم. با سپاس از شما جناب دکتر فروتن عزیز، با در نظر گرفتن وقت که حدود یک ساعت و فکر کنم 20 دقیقه دیگه وقت داریم تا پایان برنامه تلویزیون، من کوشش میکنم که در لابلای پرسش ها قوانین رو هم دوباره تکرار بکنم. الان اینجا یک بار تکرار شده. من خواهش میکنم جناب یکی از دوستان الان در اتاق حاضر شدن به اسم سیروان 1961. جناب سیروان، اگر شما همان محسن 1961 هستی، لطفاً در اتاق یک دو بزنید که دوستان نام شما رو هم به لیست اضافه بکنن، یا با بانو پوراندخت تماس بگیرید که ایشون نام شما رو اضافه بکنن بتونید پرسش ها رو جواب بدید. بسیار خوب، بانو پوراندخت مثل که ایشون هستن، پس نام ایشون هم اضافه میشه، تقریبا جمعمون جمعه. خب برای اینکه بریم سر پرسش ها، لازم یادآوریه که پرسش هایی که الان من مطرح میکنم در اتاق از طرف دوستان از طریق ایمیل یا گفتگو رسیده و پرسش‌های مختلف که رسیده، گروه نظارت چند تای اونها رو انتخاب کرده اینجا بگیم. به دلیل اینکه بسیاری از نام‌هایی که گفته شده مستعار هستن، ما از اینکه بگیم کی این سوال‌ها رو مطرح کرده خودداری می‌کنیم و همچنین از مردمی که سوال میکنن و دوستانی که جواب میدن تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم بعد از اینکه زمان رو رعایت میکنید که 2 دقیقه فقط برای هر جواب هستش، لطفاً از دادن هر گونه اطلاعات شخصی که منجر به شناسایی شما میشه یا پرسیدن سوال شخصی خودداری کنید و اگر همچین سوالی بشه ادمین اتاق متاسفانه میکروفون رو از شما خواهد گرفت. با سپاس از شما. بانو پوراندخت نوشتید نام ها رو. نفر اول بانو ارجمند هستن. من سوال رو مطرح میکنم، 2 دقیقه وقت میدم که پاسخ بدید و در پایان 2 دقیقه فقط من تایم میزنم که میکروفون رو راه بکنیم. با سپاس از شما. سوال اول، این از سوالی از دوستان اومده که وظیفه شورای تدارکات دوران گذار تدوین ضوابط و مقررات پیشنهادی برای اداره امور کشور در دوران گذار با توجه به خواسته و پیشنهادات مردم ایران می باشد که پس از سقوط رژیم جمهوری اسلامی، برای هماهنگی گروه ها و سازمان های سیاسی و اجرای مقررات که همگان در آن سهیم باشند چه پیشنهادی دارید؟ البته نوشته شده چه پیشنهاداتی دارید، ولی فکر نمی کنم وقت بشه که پیشنهادات مختلفی بگید.
برای همین از تمام دوستان خواهش میکنم یک پیشنهادی که به نظر خودشون مهمه رو در 2 دقیقه مطرح کنند. نفر اول بانو ارجمند، میکروفون برای 2 دقیقه خدمت شماست. بفرمایید. با درود به تمامی بینندگان تلویزیون و دوستانی که صدای منو میشنفن، و هر روز من معتقد هستم که ما موفق خواهیم شد با اعتماد سازی، با شناسایی که داریم از به صورت گسترده با کوشندگان سیاسی در این مدت طولانی که کار کردیم و کسانی که نمیشناسیم ولی طرفدار این هستن که بتونن کاری برای میهنشون انجام بدن، تماس با اینها به ایجاد ارتباط و این که بتونیم این واقعا نزدیکی رو به وجود بیاریم، این اعتماد رو به وجود بیاریم. و اینها دوستان باید بر این باور باشه که تا کنون هر چی که ما انجام دادیم در چارچوب احزاب مختلف بوده و میتونم بگم که به این دلیل ما به موفقیت نرسیدیم، چون هر کس در چنبره چارچوب حزبی که بود، ولی اکنون با این اتفاق بسیار بزرگ، واقعا یک اتفاق بسیار بزرگ بود کاری که نهاد مردمی انجام داد که این متد شکست و الان تکیه بر روی خود مردمه، مردمی که جزء هیچ حزب و جریانی نیستن ولی میخوان برای میهنشون کاری بتونن انجام بدن. پیدا کردن این افراد با این افراد و نخبگانی که از هر گروه دسته بین اینها هست بتونیم اینو به وجود بیاریم و با کمک هم دیگر بتونیم قدم هایی رو برای اون آرمان بزرگمون آزادسازی ایرانه با هم برداریم. سپاسگزارم. با سپاس بانو ارجمند گرامی، خیلی متشکرم که زمانم خودتون نگه داشتید. 3 ثانیه مونده بود تموم بشه. نفر بعدی بانو فرهنگ وارسته هستن، میکروفون 2 دقیقه در اختیار شماست. بفرمایید. سپاس آقای توسل رفیعی. با درود به تمامی حاضران تالار و بینندگان برنامه تلویزیون نهاد مردمی، از نظر من باید این شورا در یک فراخوانی از تمامی گروه ها دعوت به عمل بیاره. توی این فراخوان مطمئنن باید خودشو معرفی کنه، نقشش و وظایفی رو که داره، و از تمامی گروه ها بخواد که کارشناسان و اصطلاحاً مشاورانی رو از سمت خودشون انتخاب کنن و به عنوان کاندید معرفی کنن برای حضور در این شورا. سپاس از فرصت داده شده. مایک رها. سپاسگزارم بانو وارسته عزیز، شما هم خیلی سریع تموم کردید. نفر بعدی جناب دماوند 1706، میکروفون 2 دقیقه در خدمت شماست. بفرمایید. با درود و سپاس. سپاس بر یاران عزیز و هممیهنان عزیز. با وجود اینکه این اولین فرصت پیش آمده هست برای تمام هممیهنان ما و نهاد مردمی که موفق شده نسبت به این امر که شورای دوران گذار رو، شورای نظارت تدارکات دوران گذار رو، این امر رو انجام بده، به دلیل اینکه بتونه تو این مدت زمانی که وجود داره و با وجود این شورا بتونه گروه‌های سیاسی رو شناسایی، گروه‌های مختلف و افراد مختلف که در نقطه مشترک هایی که طبق اصول نهاد که 5 اصل نهاد مردمی هست که اینها رو به عنوان نقطه مشترک من عرض میکنم خدمت هممیهنان عزیز، نقاطی است که تمام مردم میتونن نسبت به اینا به اصطلاح با همدیگه تفاهمی داشته باشن برای براندازی رژیم ولی فقیهی، و امیدوار هستیم که این شورا بتونه وظیفش رو به دقت و شایستگی تمام بتونه انجام بده که بتونیم گام‌های بعدی رو برای حرکت به سوی آزادی بر بداریم و موفق باشیم و بتونیم که
تمیز بدیم تمام گروه ها رو از همدیگه و شناسایی افراد شایسته رو. سپاسگزار هستم. بسیار ممنون. مایک آزاد. سپاس تماوند عزیز. نفر بعدی نوبت آقای فرهاد تالشی هستن. بفرمایید. 2 دقیقه میکروفون در خدمت شما. با درود حضور همیهنان گرامی، در این رابطه مهمترین مسئله اعتمادسازی هست و شفاف عمل کردنه و حداقل کاری که میشه در این رابطه انجام داد، میتونیم تمامی پروسه‌های کاری رو به صورت شفاف و حداقل امکان زنده از طریق تلویزیون یا برنامه‌های پالتاک آنلاین یا در غیر این صورت در اسرع وقت به اطلاع همیهنان رساند. و در ارتباط با ارگان‌هایی از چه کسانی میشه استفاده کرد، تدوین مقررات و ضوابطی که بر مبنایان بتوان امور کشور را در همه ابعاد، هم از سیاست‌های خرد و کلان چه در ارتباط با سیاست‌های داخلی و یا خارجی، به طور موقت در دوران گذار اداره کرد. تدوین این دسته مقررات و ضوابط با کمک و تکیه بر دانش، تخصص و تجربیات همیهنان دلسوز به کشور در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره امکان پذیر و استوار می باشد. این نکاتی است که من در حال حاضر به فکرم رسیده و در این فرصت کم می تونم توضیح بدم. متشکرم. سپاسگزارم جناب تالشی. صدای من امیدوارم باشه، من مشکل داشتم با میکروفون یک چنده. مرسی. بسیار خوب. نفر بعدی جناب دکتر سیامک رفیع‌زاده هستن. 2 دقیقه میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. با درود به تک تک دوستان عزیزم و هموطنان گرامیم که صدای منو میشنوند. امیدوارم که من صدا داشته باشم در اتاق. اولا سوالی که مطرح شد در کلیتش در چارچوب وظایف شورای تدارک دوران گذار نمی گنجه، ولی از اینکه در گروه های تخصصی کارهایی انجام خواهد شد که باعث گرایش و اتحاد نظر در بین گروه های سیاسی و اپوزیسیون خواهد بود، در اون شکی ندارم. شکستن دیوارهای تنگ گروهی و حزبی همیشه ملاک عمل پروژه ها و برنامه های نهاد مردمی بوده و خواهد بود و این شورای تدارک دوران گذار با کارهای تخصصی که خواهد کرد، با حسن نیت و شفاف سازی و عملکردش میتونه چارچوبی باشه برای یک اتحاد عمل در بین همه گروه های سیاسی مخالف این رژیم ددمنش. متشکرم. با سپاس جناب دکتر سیامک رفیع‌زاده. نفر بعدی سیروان 1961. جناب سیروان اگر مایل هستید میتونید میکروفون رو در دست بگیرید صحبت کنید. لطفاً 1-2 بزنید، وگرنه من تکسی که شما نوشته بودید رو مجبورم بخونم براتون. لطفاً خبر بدید به ما که با تکست میخواید صحبت بکنید. جناب سیروان بسیار خوب. من اینجا لازمه یادآوری کنم که جناب سیروان 1961 به دلایل امنیتی نمیتونن صداشون رو الان در اتاق پخش کنن، در نتیجه جواب پرسشا رو کوتاه به تکست نوشتن. من با عزتتون فقط جواب رو میخونم. ایشون نوشتن تأثیر تشکیل این نهاد کمتر از حماسه سال 88 نیست. این نهاد با تأمل و شفاف سازی میتواند برای 70 میلیون عضو به شمار جمعیت ایران امپراتوری باشه. این پاسخ ایشون. بسیار خوب، میریم دنبال سوال بعدی. من از دوستانی که در اتاق حاضر هستن خواهش میکنم اگه ممکنه میخواهید مایل هستید
از دوستان پرسش بکنید از نامزدها، از هم اکنون نوبت بگیرید، دستتون رو بالا ببرید تا بعد از دو سه تا پرسش که من و جناب فروتن کردیم بدونیم چند نفر در نوبت هستن که بنز کافی وقت داشته باشیم به شما عزیزانم نوبت بدیم. سپاسگزارم، نوبت رو از الان شروع بکنه گرفتن. مرسی. سوال دوم رو با عزتون مطرح میکنم. از وظایف شورای دوران گذار که شما عزیزان برای اون نامزد شدید، پیشنویسی قانون اساسی مردم سالار برای آینده ایران و پیشبینی های لازم جهت برقراری حکومت دموکراتیک جمهوری یا پادشاهی پارلمانی می باشد. برای انجام این مهم باید از متخصصان پرتجربه و خردمند بهره گیرید. چه کسانی را و چه تخصصهایی را لازم و دارای صلاحیت برای این کار می‌بینید تا در کمیسیون‌های تخصصی دعوت به همکاری شوند؟ همونجور که می‌دونید یکی از وظایف شما برگزاری هیئت مدیره شورای دوران گذار هستش و همچنین کمیسیون‌های کاری. سوال اینه که من یکم واضح‌ترش بکنم. سوال اینه که آیا افراد به خصوصی، شخصیت‌های به خصوصی رو در نظر دارید و همچنین چه تخصصایی رو لازم میدونید برای انجام این کار؟ نوبت ها بانو فرهنگ وارسته نفر اول برای جواب هستن، بفرمایید. دو دقیقه میکروفون در اختیار شما. سپاس توسل عزیز. در رابطه با پاسخ به این سوال، در حال حاضر فرد به خصوصی رو در نظر ندارم، ولی افرادی که باید حضور پیدا بکنن مطمئنن باید متخصصین و افراد آگاه از نظر علمی و حتی تجربی در زمینه تخصصی مورد بحث باشن، افرادی آزاد اندیش باشن، دارای اراده قوی باشن، باورمند نظامی مردم سالار باشن و حقوق بشر را محترم بشمارند و جدیت و دوستدار ایران و ایرانی باشند و پشتیبان منافع ایران و ایرانی باشند و خب دیگه صداقت و عدالت از سایر خصوصیات شخصیتیه که باید این افراد داشته باشند. سپاس از فرصت داده شده. مایک رها. با پوزش بانو ارجمند، مثل این که میکروفون شما یه لحظه گیر کرده بود. بسیار خوب بانو وارسته. جناب دماوند، دو دقیقه میکروفون در اختیار شما خواهد بود، بفرمایید. با درود و سپاس از همیهنان عزیز که توجه دارن به این موارد. عرضم به حضورتون، چون قانون اساسی رکن و پایه قوانین داخل کشور محاسبه میشه و حساب میشه و چون ما در قانون اساسی این مشکل رو داشتیم در قانون اساسی کنونی که متاسفانه قسمت‌های باز بسیار داره و بسیار قسمت‌هایی رو داره که قابل به اصطلاح فکر کردن و توضیح هست که متاسفانه این توضیحات داده نشده و بنابراین پیشنهادی که من عرض میکنم خدمتتون حتما باید طی یک هیئتی باشه که از کلیه کارشناس‌های حقوقی و اجتماعی که به اصطلاح رؤسای اتحادیه‌ها و تمام طیف‌هایی که یک جامعه رو در بر می‌گیره، یعنی شما فکر اینو بکنید که تقریبا در حدود 70-80 نفر به بالا، یعنی یک گروه بزرگی رو میخواد که با آگاهی و شایستگی بتونن بشینن و درک کنن مسائل جامعه اجتماعی رو و با قطعیت این قانون اساسی رو بنویسن که برای فردای ایران یا فردا که این قانون میخواد اجرا بشه مشکلی پیش نیاد و جای خالی و جای خلایی نداشته باشه که دوباره منوط بشه به مسائل دیگه. و بنابراین چون حساس هست باید از هیئت شایسته و بزرگی این قانون اساسی نوشته بشه. سپاسگزار هستم. مایک آزاد. سپاس جناب
دماوند عزیز. نفر بعدی آقای فرهاد طالشی، 2 دقیقه بفرمایید. ضمن تایید فرمایشات جناب آقای دماوند، حضور شما عرض کنم که لازمه که متخصصین رو که شایستگی لازمه رو دارن، چه به لحاظ دانش چه به لحاظ تخصص و تجربه در این زمینه، لازمه که به صورت تیمی کار کنن و بتونن این مسئولیت مهم رو انجام بدن. ولی در کل وقتی که وارد اون دوران گذار شدیم، قطعا چنین متخصصینی بر روی دور هم گرد خواهند آمد و یه همچین تیم و مجموعه رو تشکیل خواهیم داد. در حال حاضر من کسی رو در نظر ندارم. البته یکی از دوستانی که در آلمان زندگی میکنه، قبلا راجع به این مسئله چندی ماه پیش بود صحبت کردم و ایشون یه همچین موردی رو مفصل دیزاین کرده، طراحی کرده و حتی یه نسخه رو در اختیار من گذاشته و مطالعه کردم. چیز جالب بود. اگر نیاز باشه من حتما در اختیار نهاد مردمی قرار خواهم داد. تمام. سپاس جناب طالشی. نفر بعدی جناب سیامک رفیع‌زاده. 2 دقیقه میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. با سپاس مجدد. فکر کنم هر ایرانی و یا ایرانی زاده‌ای که متعهد و متعهد به حقوق بشر باشه و احترام بذاره به این مفاد حقوق بشر، پشتیبان یک ایرانی یک پارچه و آزاد باشه و عدم سوء پیشینه ای داشته باشد در مخالفت و ضدیت با ایرانی و ایرانیان و منافع ایران، میتونه در اون لیست قرار بگیره. کار ناظرین و شورای تدارکات این است که هیئت مدیره شورای دوران گذار رو انتصاب بکنن و خود این دو مجموعه، ناظرین و هیئت مدیره، یک بدنه ای میتونه باشه که بتونه یک دعوتنامه و یک با آغوش باز از همه فعالین سیاسی، از همه متخصصانی که به ایران آیندهشون پایبند هستند و امیدوارن، دعوت بکنه که قدم پیش بذارن و بیان و کمک بکنن. و این بعدش میمونه از بین این لیست داوطلبین و کسانی که مایل هستن همکاری کنن و برای کشورشون خدمتی بکنن، چه کسانی ارجح‌تر تشخیص داده بشه. در حال قدم داریم به راهی میریم که امید برای رسیدن به مجموعه‌ای که در دوران دشوار گذار بتونه ما رو کمک بکنه و یاری بکنه به انجام امور کشوری نزدیک تر بشه. متشکرم. با سپاس از شما جناب سیامک رفیع‌زاده. نفر بعدی نوبت آقای سیروان 1961 هستش. من لازم به یادآوری میدونم که جناب سیروان 1961 در نهاد تحت عنوان مستحسن 1961 در این انتخاب ها شرکت کردن، ولی ایشون اینجا من نام میبرم به عنوان سیروان همون شخص هستن. جواب سوال ها رو به صورت تکسی دارن برای من مینویسن. متاسفانه جوابی که برای من نوشتن بسیار طولانی بود که من نمیتونم اون رو در اینجا بخونم. در نتیجه اگر جواب کوتاه‌تری دارید میتونید پس از بانو ارجمند تکستتون رو بنویسید، من خواهم خون. اگر نمیریم به سوال بعدی. بانو ارجمند 2 دقیقه میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. بله، من نظر من در مورد سوالی که شما کردید اینه که به هر روی افرادی رو حتما داشته باشیم که معتقد به اون یک هدف و 5 اصل باشن و در بین این معتقدین به دنبال وکلا و کوشندگان حقوق بشر باشیم. ما یک بار در سالهای پیش، شاید 15 سال پیش، این کار رو انجام دادیم و با یک عده از افرادی که میتونستن این کار پیش ببرن نشست های مرتبی داشتیم که بنا به دلایلی که همواره گفتم وجود داشته به سامان نرسید و اکنون خیلی خوشحالم که این افراد میتونن تجارب خودشون
در این چارچوب به کار ببرن و به موقع این اسم افراد رو حتما در اختیار نهاد مردمی هم خواهم گذاشت. حتما باید وکلا در این چارچوب بخواییم که دعوت کنیم. سپاس. سپاسگزارم. جناب سیروان صحبتی که نوشتن خیلی کوتاه نوشتن، این گزینش شفافیت کاری نهاد مردمی را میرساند که به چه صورت برگزار میشه این انتخابات رو بره. سپاسگزارم از ایشون. من از جناب دکتر فروتن، اگر صدای من رو دارید لطفا یک دو بزنید. جناب فروتن میکروفون رو در اختیار شما بذارم. سپاسگزارم که شما هم اگر مایل هستید پرسشی با دوستان در میان بذارید. دست دو نفر از دوستانم در تالار بالاست برای پرسیدن سوال که بعد از شما از این دوستان درخواست میکنیم سوال خودشون رو مطرح کنن. جناب دکتر فروتن بفرمایید. با تشکر از جناب مهندس رفیع و همرزمان عزیز نامزدهای این انتخابات، همون جوری که بعضی از نامزدها اشاره فرمودن، این انتخابات برای هیئت نظارت بر تشکیل این شورا هست و اولین و مهمترین کاری که شما عزیزان که انتخاب بشید دارید انتصاب 5 نفر هست به عنوان هیئت مدیره شورای دوران گذار. دو تا سوال رو با هم میدم که هر کدوم اگر مایل بودید یا هر دوش رو پاسخ بدید. یکی این که یکی دو سه تا از مهمترین شرایطی که و یا قابلیت هایی که شما لازم میدونید که هر کدوم از این 5 نفر داشته باشن چه میباشد، چون اون 5 نفر هستن که در نهایت باید کمیسیون های تخصصی رو تشکیل بدن و غیره. پس سوال قسمت اول سوال هست که چه قابلیت هایی شما لازم میدونید که و دنبالش میگردید در این 5 نفری که شما باید منصوب کنید به این سمت. و قسمت دوم این است که اگر این 5 نفر از شما مشاورت مشورت خواستن که گروه های تخصصی درست بشه، چه گروه های تخصصی رو برای این روشنمای دوران گذار شما فکر میکنید در بالاترین ارجحیت هستند برای اینکه دقیقه بعد از فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی یک روشنمایی باشه و برنامه هایی در رابطه با قسمت ها و بخش های مختلف اداره کشور. مایک رها، نوبت ها رو فکر میکنم جناب رفیعی بگن. با سپاس دکتر فروتن عزیز. نفر نخست برای پاسخ به این پرسش جناب دماوند، میکروفون 2 دقیقه در خدمت شما است. بفرمایید. با سپاس و درود. خسته نباشید. عرضم به حضورتون این 5 نفری که این هیئت مدیره رو تشکیل میدن و این شورای دوران گذر رو تشکیل میدن باید دارای شایستگی در حد با اطلاع از موقعیت کنونی ایران و از نظر شناخت اجتماعی و موقعیت ایران و از نظر شناخت سیاسی، از نظر داشتن به اصطلاح حس میهن پرستی و چند مورد دیگه، به اصطلاح موارد بسیار دیگه هست که باید شایستگی هایی داشته باشن که بتونن انتخاب بشن و در این کار کارا باشن و بتونن این شورا رو به اصطلاح کارآمد باشن که بتونن به نتیجه برسونن. این در سوال اول. در سوال دوم خدمتون عرض میکنم که فرمودین که، البته فراموش کردم قسمت دوم رو، ولی حالا من اینو به اصطلاح جواب نمیدم، اگر دوستان جواب دادن بعد خدمتون به اصطلاح مزاحم میشم دوباره اینو جواب میدم. سپاسگزارم. چگونه چه تخصصایی؟ بله، تخصص اول رو، تخصص باید از نظر حقوقی، واقعا تخصصایی که از نظر حقوقی بتونن که وکلا باشن و وکلای حالا کانون وکلای دادگستری و رؤسای صنف‌های مختلف و انجمن‌ها، کانون‌ها و تمام اتحادیه و گروه‌هایی که در طیف‌های اجتماعی نقش به اصطلاح مهم و اساسی دارن. سپاسگزارم. مایکو من راه می‌کنم خدمتتون.
سپاسگزارم از شما. با سپاس و پوزش سیامک عزیز که من میکروفون یهو گرفتید قرمز کردم. بسیار خوب، نفر بعدی جناب فرهاد طالشی، میکروفون 2 دقیقه در خدمت شماست. پرسش هم که در اتاق نوشتن، امیدوارم مشکلی نباشه، بفرمایید 2 دقیقه. در ارتباط با پرسش اول، به نظر من صداقت مهمترین اصله و سپس پشتکار و علاقه زیادی در کار داشته باشه و فارغ از منافع شخصی خودش در جهت منافع ملی ایران بتونه حرکت کنه، قدم برداره و فعالیت کنه. ولی در ارتباط با پاسخ به پرسش دوم شما، من هم نظر و هم عقیده هستم با جناب آقای دماوند. تمام. بسیار خوب، من فکر کنم جناب طالشی تموم کردن، میکروفون رو رها کردن. نفر بعدی سیامک رفیع‌زاده، 2 دقیقه میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. متشکرم توسل عزیزم و همچنین از ایمان عزیز برای مطرح کردن این سوالش. ببینین، این کسانی که انتخاب میشن، خب به تبع عملکرد فعالیت‌های گذشته‌شون برای من بسیار مهمه. این عملکرد روشن، شفاف و صادقانه گذشته اینها برای من بسیار قابل تأمله. داشتن یک دید باز در مقابل مسائل و گریز از تنگ نظری و تنگ نگری و عدم تعصب گروهی، اینها برای من ملاک‌های بسیار مهمیه برای کسانی که برای یک دوران گذار، برای آینده یک کشوریمون، یک کشوری میخوان قدم بذارن جلو و یک کارهای اساسی بکنن. از گروه‌های تخصصی به تبع گروه حقوقی بسیار مهمه، زیرا وظیفه اصلی این شورا تدوین قانون اساسی موقت برای آینده کشورمونه. گروه‌های سیاسی باید راهکارهای اتحاد عمل و همبستگی رو جستجو بکنن و با طرح‌های جدیدی بیرون بیان. و همچنین خیلی مایل هستم و حتما اگه انتخاب بشم از نظر کمک فکری به این هیئت مدیره یا شورای مدیره دوران گذار، پیشنهادم خواهد بود که یک گروه روانشناسی و جامعه شناسی تشکیل بشه، چون ما مشکلات عمیق اجتماعی و فرهنگی نگم، ولی باورهای نادرست و خرافات شدید در جامعه ما هست که اینها با یک روش و سیستم بسیار مشخص باید باهاش مواجه بشیم، باید باهاش مبارزه بکنیم و سعی بکنیم که خونه تکونی فرهنگی در باورهای خودمون نیز داشته باشیم. متشکرم. با سپاس از شما جناب سیامک رفیع‌زاده. نوبت بعدی جناب سیروان 1961 هستن. متاسفانه ایشون هنوز جوابی تایپ نکردن. خواهش میکنم اگر ممکنه جناب سیروان پاسور خودتون رو تا 1-2 دقیقه دیگه تایپ بکنید، من براتون بخونم. ولی نوبت بعدی رو میدیم به بانو ارجمند. میکروفون 2 دقیقه در خدمت شماست، بفرمایید. بله، همون گونه که دوستان دیگر گفتن، عمل کرده گذشته افراد یکی از بهترین شناسه هاست، حتما باید اونو بهش توجه بشه. و در مورد افراد من فکر میکنم در هر رشته ای که باشن، آشناییشون حداقل کم هم باشه، آشنایی به کامپیوتر برای پیشبرد کارها خیلی خیلی کمک کننده هست. و همونطور که قبلا گفتم، گروه های حقوقی میتونن رول بسیار بزرگی در این کار داشته باشن. با سپاس از شما بانو ارجمند. جناب سیروان، من کوشش میکنم، چون ایشون به لاتین نوشتن، فارسی رو من سعی میکنم
متن رو بخونم. اگر در گفتن یک کمی اشتباه میکنم میبخشید، سخت لاتین رو بعد به فارسی خوندن. البته چاره ای هم نیستش، تقصیر ایشون نیستش، این مشکل پالتاکه که فارسی رو قبول نمیکنه. ایشون نوشتن بحران عظیمی کشور و جامعه ایران را فرا گرفته، سیاست هایی نه به گردن جمهور به گردن جمهوری اسلامی در همه زمینه ها خطرات بالفعلی را در بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی. ببخشید اگه من برام بد میخونم این رو، سعی خودم رو دارم میکنم. تمامیت ارضی در منطقه و جهان به وجود آورده است. بها نوشتن جمهوری اسلامی مشکلاتی برای تمامیت ارضی در جهان رو به وجود آورده است. در این شرایط ارتش ملی ایران خود را ملزم به نجات کشور و منجلاب جمهوری اسلامی میداند. بسیار خوب، من با پوزش از جناب سیروان سعی کردم اون چیزی رو که میبینم بخونم. بانو فرهنگ وارسته نفر آخر برای این پرسش هستن. 2 دقیقه میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. سپاس توسل عزیز. پاسخ من به این پرسش برای بخش اول پرسش، معیارهایی که این افراد باید داشته باشن، مطمئنن این افراد باید افرادی چه از نظر علمی آگاه باشن و به ویژه از شرایط داخلی کشور آگاهی خوبی داشته باشن، افرادی آزاداندیش باشن که بدون جانبداری از گرایش سیاسی خاصی به کارشون بپردازن، صداقت و عدالت داشته باشن و مهمترین آیتم در گزینش این افراد به قول دوستان همون عملکرد گذشته این عزیزان هست، کارنامه‌ای که از کار گذشتهشون دارن در واقع. و در رابطه با اون گروه‌هایی که باید تشکیل بشه، گروهی هست که باید این ابعاد رو در نظر داشته باشن. این گروه ها گروهی برای مثال بود قضایی و قانونگذاری کشور، بودی سیاست کشور چه داخلی و چه در عرصه بین الملل، گروهی به امور نظامی کشور، گروهی ویژه برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور، همچنین گروهی اجتماعی، گروهی بهداشت و درمان و گروهی به آموزش و در نهایت فرهنگ و اطلاع رسانی. اینا اون گروه هایی که باید به احتمال قوی به طور تخصصی تشکیل بشه. سپاس از فرصت داده شده. مایک رها. بسیار خوب، سپاسگزارم بانو وارسته. ما معمولا در این نشست هایی که داشتیم تعداد زیادی هم گروه نظارت برنامه های پرسش و پاسخ با نامزدهای انتخاباتی مختلف داشته. معمولا بعد از صحبت ها همیشه جنگ و دعواست که 2 دقیقه تموم شده، میکروفون رو از دوستان بگیریم. با سپاس از نامزدهایی که امروز هستن، بسیار خوب وقت رو رعایت میکنن و خودشون قبل از برنامه، قبل از تموم شدن وقت صحبتشون رو تمام میکنن. از همه سپاسگزارم. خب سوال بعدی، یک کمی دور میشیم از شورای دوران گذار که هستیم، یک سوال کلی هستش که برامون رسیده به این صورت. آیا فکر میکنید موضوع شکلگیری حکومت آینده ایران باید پیش از آزادی ایران در حال بحث و در حال حاضر بحث و تعیین شود یا پس از سقوط رژیم جمهوری اسلامی؟ فکر میکنم سوال واضح هستش. نوبت اول جناب آقای فرهاد طالشی هستن. میکروفون 2 دقیقه در اختیار شماست. بفرمایید. جناب فرهاد طالشی صدای من رو دارید شما؟
آیا صدای من در اتاق هستش؟ آقای فراد تالشی؟ مثل اینکه ایشون نیستند. بسیار خوب. جناب رفیع‌زاده پرسش کردن سوال چیه؟ پس من پرسش رو دوباره مطرح کنم. پرسش اینه که آیا فکر میکنید موضوع شکل حکومت آینده ایران باید پیش از آزادی و در حال حاضر بحث و تعیین شود یا پس از سقوط رژیم جمهوری اسلامی درباره آن بحث کنیم؟ جناب تالشی میکروفون 2 دقیقه در اختیار شماست، بفرمایید. به نظر من در حال حاضر بحث راجع به این موضوع اصلا قبل از براندازی رژیم یه بحثی بیهوده‌ایه، جز اتلاف و هدر دادن انرژی نتیجه دیگه ای نداره. لازمه که قبل از اون تلاش بشه که به اصطلاح گروه ها و احزاب و تشکل های مختلف گرده هم بیاند و یک کنگره و یا یک مجموعه و تیم واحدی رو تشکیل بدن تا بتونن یه راهکار مناسبی رو برای مردم داخل ایران در جهت براندازی این رژیم در ابتدا حل و فصل کنن، یه راهکاری ارائه بدن و پس از اون بر روی فرصت برای اینجور بحث‌ها زیاده. اینجور بحث‌ها در حال حاضر فکر کنم جز تنش ایجاد کردن نتیجه دیگه‌ای نداره. من تمام. سپاس جناب تالشی. آقای دکتر سیامک رفیع‌زاده میکروفون 2 دقیقه در اختیار شماست، بفرمایید. امیدوارم که من صدا داشته باشم. دوستان عزیز ببینین، در نهاد مردمی که این شورای تدارکات یا شورای ناظر بر این گروه ناظر برای این شورای دوران گذار که از اون منشأ میگیره و باید انتخاب بشه، ما بر این اصل باور داریم که حق انتخاب و حق نظر برای آینده مملکتمون حق مسلم مردم کشورمون. در گروه های تخصصی امکان بحث و گفتگو باید در هر مورد و نظری باشه، از وضعیت اسفبار تأثیر اسلام متحجر و جامعه و انحطاط اخلاقی و فکری یک جامعه تا اینکه در آینده چه سیستم های حکومتی میتونه پیشبرد مقاصد مفیدی برای مردم کشورمون باشه. ولی این جزء وظایف اصلی این شورای دوران گذار نخواهد بود، ولی در گروه های تخصصی من خودم توصیه می کنم که حتما روش بحث بشود. متشکرم. با سپاس از شما جناب سیامک رفیع‌زاده. من تکسی از جناب سیروان دارم که خواهم خوند، ولی می خواستم قبل از اینکه این کار رو بکنم، پیشنهاد خیلی خوبی رسیده که بعد از پایان این سوال سوالی داریم از جناب دکتر حسن کیانزاد که در اتاق بودن و نوشتن، ولی مثل که قطع شدن، برای همین ما سوال ایشون رو مطرح میکنیم. بعد جناب جاوید آزادی هم نوبت دارن، بعد از اون جناب دکتر فروتن از طریق تلویزیون اگر وقت داشته باشیم میکروفون رو ببخشید تلفن ها رو باز میکنن، اگر هم میهنان هم پرسشی دارن میتونن از طریق تلفن مطرح کنن. که دوباره لطفا خواهش میکنم در این 1 دقیقه موقعی که مطرح میکنید سوالو 1 دقیقه وقت دارید، در این 1 دقیقه شعار ندید، فقط یک سوال رو سریع بکنید از این دوستان. سپاسگزارم. جناب سیروان نوشتن برای اتحاد هرچه بیشتر اپوزیسیون باید پس از فروپاشی رژیم از طریق رفراندوم انجام گیرد. ضمناً در ساختار نهاد مردمی محبوب مردمی پوزش میخوام گروه نظامی
مد نظر قرار گیرد. بسیار ممنون. نفر بعدی بانو مهین ارجمند، 2 دقیقه میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بله، به نظر من طرح این سوال به این صورت نمیپسندم یا درست نمیدونم و فکر میکنم که ما نمیتونیم به جای چند میلیون ایرانی بیاییم و در مورد این که چنو حکومتی باید باشه اصلا صحبت کنیم. من فکر میکنم که بعد از گذار ما باید گروه های تخصصی بنشینن و باز هم برای نوع حکومت نباید صحبت کنن، بلکه برای دولت موقتی صحبت کنن که باور من البته که ما یک سال باید بعد از برکناری این رژیم بتونیم یک دولت موقت داشته باشیم که هر گروهی بتونن برای خودشون تبلیغ کنن و بعد یک انتخابات آزادی انجام بگیره و مردم ایران خودشون انتخاب کنن که چه رژیمی رو یا میخوان که داشته باشن. ما فقط الان میتونیم روی این مسئله، اگرم بخواهیم روی این مسئله صحبت کنیم، باید روی دولت موقت گروه های تخصصی بنشینند و بحث کنیم. سپاس گزارم. با سپاس بانو ارجمند عزیز. نفر بعدی بانو فرهنگ وارسته، 2 دقیقه بفرمایید. سپاس توسل عزیز. در رابطه با این پرسش، از دید من هم در حال حاضر وقتش نیست که در خصوص حکومتی خاص بشینیم صحبت کنیم، چون از اونجایی که باورمند هستم به نظامی دموکرات و مردم سالار، معتقدم که این مردم هستن در آینده نوع حکومت رو تعیین میکنن، نه من. من یک رأی دارم در اون روز همه پرسی. ولی خب این شورای دوران گذار باید در واقع با اون طرح و برنامه این که ارائه میده در واقع تضمینی رو پدید بیاره برای ایجاد اون فضای باز سیاسی طی دوران گذار که تمامی تشکلها و گروه های سیاسی بتونن آزادانه فعالیت کنن و خودشون و به اصطلاح اهداف و برنامه‌شون رو در واقع برای آینده ایران معرفی کنن تا خود مردم بتونن شناخت خوبی کسب کنن و در نهایت خودشون، خود این مردم هستن که رأی میدن و اون نوع حکومت مورد نظرشون رو انتخاب میکنن. سپاس از فرصت داده شده. مایک رها. سپاس بانو وارسته عزیز. جناب دماوند، 2 دقیقه میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. با درود و سپاس، خسته نباشید. دقیقا تمام این شورای به اصطلاح ناظرین تدارکات برای دوران گذار و انتخاب و انتصاب شورای دوران گذار بر همین اساس و پایه هست که این شورا بتونه بستری رو آماده بکنه که تمامی گروه ها، یعنی بستر تبلیغات احزاب، گروه ها و مردم که این آگاهی رو پیدا کنن که تصمیم بگیرن برای حکومت آینده خودشون. پس بنابراین اصلا نفس تشکیل این شورا و تمام مقدمات و بسترهای موجود بر اساس تعیین نوع حکومت خواهد بود در دوران گذار که اون بستر فراهم بشه که بتونن مردم و احزاب اون کاندید مورد علاقه خودشون رو به اصطلاح اون حکومتی رو که کاندید میکنن رأی بدن و به اصطلاح انتخاب کنن. پس نفس این شورا به نظر من همین هست که حکومت رو در بعد از به اصطلاح سرنگونی و بعد از دوران گذار این حکومت انتخاب میشه. سپاسگزارم. مایکا. بسیار خوب دماوند عزیز، این دورم تموم شد. پرسش اول رو از جناب آقای دکتر حسن کیانزاد که در اتاق نوشته بودن، الان در تالار نیستن متاسفانه، ولی پرسش ایشون رو من میخونم و بعد از اون جناب جاوید آزادی هم میتونن پرسش خودشون رو مطرح کنن. امیدوارم این روند رو سریع تموم بکنیم که بتونیم به یکی دوتا تلفن هم جواب بدیم. از جناب سیروان هم تقاضا میکنم که جواب خودشون رو تایپ بکنن که من بعد از جناب رفیع‌زاده بخونم. سوال به این صورت هستش:
اهمیت ویژه این گزینش را در چه می‌بینید؟ خیلی کوتاه و مختصر هستش. اهمیت ویژه این گزینش را در چه می‌بینید؟ نفر اول دکتر سیامک رفیع‌زاده، میکروفون 2 دقیقه در خدمت شماست، بفرمایید. با سپاس. اگر منظور از این گزینش گزینش شورای مدیریت گروه تدارکات دوران شورای دوران گذاره که درک من از اونه، زیرا شما هستین که گروه ناظرین انتخاب میکنین و این گروه ناظرین هستن که شورای مدیریت یا هیئت مدیره شورای دوران گذار رو تصویب میکنن. بس این گزینش برای منتخبین این گروه ناظرین حائز اهمیت، زیرا باید درایتی به خرج بدن و اشخاصی رو انتخاب بکنن که از عهده این کار برمیان، تاب و توان تحمل این مسیر مشکل برای تشکیل و راه اندازی گروه های تخصصی رو داشته باشن و اون نگرش لازم رو داشته باشن که به اون فلسفه اصلی تشکیل این شورا که همانا از یک طرف آمادگی برای دوران متزلزل و بسیار ناهم لازم رو پیدا بکنن، یک، و دوم این که در گروه های تخصصی تمام زوایای کاری حداقل بتونه آمادگی داشته باشن و یک چارچوبی و یک اصولی رو بهش برسن که بتونه در آینده مورد توافق همه این گروه و یا اون شورای همبستگی ملی و هر آنچه که اسمش رو بگذاریم که در دوران گذار باید مسئولیت کشور رو به عهده بگیره مورد استفاده اونا قرار بگیره. پس گزینش بسیار مهمی است و ملاک عمل همون که گفتم، عملکرد این اشخاص و صداقتشون برای یک ایرانی آزاد، یک پارچه و دموکراتیک می باشد. متشکرم. با سپاس از شما جناب رفیع‌زاده. جناب سیروان 1961 که دوباره تکرار میکنم با نام مستعار محسن 1961 در این انتخابات شرکت میکنند، نوشتند اهمیت ویژه این انتخابات در این است که تمام هموندان حقیقی و مستعار می توانند کاندید شوند و این هم گونه ای از دموکراسی است. سپاسگزارم از شما. نفر بعدی بانو مهین ارجمند هستند. 2 دقیقه میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. از دید من مهمترین و بسیار اینکه مهم هست ارزش این جریان به این صورته که عملکرد این گروه و آنچه که تخصصی که در طی این سالها با تلاش ها و کوشش ها داشتن استفاده درست بتونیم از این تلاش های گذشتمون داشته باشیم و ارزش این بحث گروه اینه که افرادی که اینجا شرکت خواهند کرد میتونند از مردم باشن، یعنی خیلی بسیار روشنه که نهاد مردمی که میتونه مردم رو جمع کنه، معلومه که ما میتونیم بسیار دست باز داشته باشیم در انتخاب افراد متخصص، وارسته، عاشق ایران و معتقد به همین اصولی که ما بهش معتقد هستیم و این که ما بتونیم درست با شفاف سازی، با اعتماد سازی این افراد رو شناسایی کنیم و بتونیم جلب کنیم فوق‌العاده کار مهمیه و این افرادی خواهند تونست خیلی خوب پیش ببرن که به هر صورت سالها کار کردن و شناخت کلی از این گروه های مختلف دارن و از نظر من خود آقای فروتن که مرتب در این تلویزیون هستن و اینجور جلب اعتماد میکنن، این مردم هم بتونن همکاری داشته باشن که افراد متخصص خودشون وارد بشن. سپاسگزارم.
با سپاس بانو ارجمند عزیز. نفر بعدی بانو فرهنگ وارسته، 2 دقیقه میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید. سپاس توسل عزیز. در خصوص پاسخ به این پرسش، کاملا مشخص این شورای یا ناظران شورای تدارک دوران گذار در واقع حکم اون سنگ زیربنای این شورا رو دارن. یعنی اگر این سنگ زیربنا به درستی گزینش نشه و افراد شایسته و صالح انتخاب نشوند و اصطلاحاً پایه‌ای سست داشته باشه این شورا، در آینده هم احتمال این بیشتر خواهد شد که آنچه را که تصمیم میگیره یا سیاست گذاری میکنه این شورا در مسیر خودش برای آینده، آن هم دچار خلل با انتخاب کنیم افرادی که آزاد اندیش و معتقد به دموکراسی و حقوق بشر باشند، مطمئنن آگاه از وضعیت داخلی کشور باشند و از نظر علمی و تجربه مطمئنن باید سابقه شایانی داشته باشند. سپاس از فرصت داده شده. مایک رها. سپاس بانو وارسته عزیز. نفر بعدی جناب دماوند، 2 دقیقه بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. با سپاس حضورت، عرضم به حضورتون این سالهایی رو که مردم ایران و اپوزیسیون زحمات زیادی کشیدن و منتظر این بودن که حرکتی به وقوع بپیونده و این حرکت نقطه شروعی باشه برای این تحولات که مردم رو به آزادی برسونه، و این منتظر موندن ها به سر رسید که نهاد مردمی با کوشش و تلاش فراوانه که یاران عزیز داشتن و انجام دادن تونست به این شایستگی، با شایستگی تمام تونست به این شورا به اصطلاح تعیین و تأمین این شورا دست پیدا کنه و این رو با حفظ اون صداقت و عدالتی که برای هموطنان داخل از کشور و خارج از کشور به صورت اشخاص حقیقی و مستعار این رو تشکیل بده و بتونه این انتظار رو بعد از سالها انتظار برای حرکت به سوی آزادی و براندازی که همون هدف نهاد هست، این رو انجام بده و این موفقیتی بزرگ هست برای اپوزیسیون داخل کشور و خارج از کشور که چنین بستری فراهم شده و طی ساختارهایی که در همسو و همجهت هستن با این شورا میتونیم اون کاری رو که باید انجام بدیم و اون هدفی که باید انجام داد به اون هدف دست پیدا کرد. سپاسگزار هستم. مایک آزاد. سپاسگزار از دوستان. با سپاس جناب دماوند. آقای فرهاد طالشی نفر آخر برای این پرسش هستن. دوستان اگر مایل به پرسش از دوستان هستید نوبت بگیرید، دست یکی از دوستان الان بالا هستش، نوبت بگیرید و بعد از اینکه جناب جاوید آزادی پرسش کردن، جناب دکتر فروتن به استودیو میریم که اگر تلفنی بود جواب بدیم و بعد اگر دوستان دیگه هم سوال داشتن در تالار دوباره برمیگردیم اینجا. تقریبا نیم ساعت دیگه از وقت تلویزیونی مونده و بعد اگر مایل باشید میتونیم تا 2 ساعت دیگه هم در پالتاک ادامه بدیم که از طریق تلویزیون نهاد زنده هم پخش خواهد شد، ولی در وبسایت خود نهاد. نفر بعدی جناب فرهاد طالشی برای این سوال، بفرمایید. با توجه به اینکه رژیم امروز ممکنه دست به هر گونه معامله‌ای با جامعه بین الملل بزنه که خطرش به نظرم از خطری جنگ خیلی بیشتره، و از سوی دیگه ادهی به اصطلاح اپوزیسیون اقدام به برگزاری کنفرانس های تحت عنوان اتحاد برای دموکراسی ایران کردن که
هیچ گونه منافع ملی ایران رو در بر نداره و تقریبا حضور اعضا در این جور کنفرانس ها بسیار گزینشی هست و به نظرم همه طیف ها و نسل ها رو شامل نمیشه. بنابراین با توجه به حساسیت و شرایطی که برای ایران حاکم است، لازمه که هرچه سریعتر با تکیه بر جریانات فکری مملکت از همه طیف ها و نسل ها لازم است که ارتباط برقرار کرده، نشست ها و دایلوگ ها رو افزایش دهیم تا بتونیم زودتر به یه نقطه مشترک ملی و نقطه عطف تفاهم واقعی رسید تا بتوان این خلأ در پیش رو در ارتباط با میهنمون پر کنیم. خلاصه کلام این که لازم است در صحنه سیاست یک همبستگی به وجود بیاریم تا هم راهکاری باشه برای مردم داخل ایران و همین که در سطح بین الملل نشون بدیم که یه راه دیگه هم برای ایران وجود داره و در این رابطه لازمه که از تکنولوژی ارتباطات و اینترنت که نقش بسزایی داره حتما لحاظ بشه و استفاده کنیم. من تمام. با سپاس جناب تالشی. دوستان میپرسن پرسش بعدی، تا این پرسش تموم نشده ما نمیتونیم بریم دنبال پرسش بعدی دوستان، برای همین اجازه بدید پرسش بعدی رو جناب جاوید آزادی که در تالار هستن مطرح خواهند کرد. جناب آزادی یک دقیقه برای طرح پرسش خودتون دارید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. درود به همه نامزدهای گرامی و یاران که در اتاق هستن. سوال خلاصه‌ای دارم. از نظر دوستانی که خودشون رو نامزد گروه ناظرین شورای تدارک دوران گذار کردن، خود دوران گذار یعنی چی؟ این رو تو دو دقیقه هر کدوم بفرمایید که دوران گذار یعنی چی؟ سپاسگزارم. با سپاس از شما جناب آزادی، فکر کنم پرسش بسیار واضح بود. جناب سیروان نفر اول هستن ولی ایشون خواستن که ایشون رو بذاریم برای نفر آخر که بتونن پاسخ خودشون رو تایپ بکنن. پوراندخت عزیز اگه ممکنه لطف بکنید اسم ایشون رو بذارید در آخر. پس نفر اول میشه بانو مهین ارجمند، دو دقیقه میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بله، دوران گذار به هر خیلی مشخص من فکر میکنم که آماده سازی برای آماده میکنیم خودمون رو برای اینکه از این روزهای سخت وحشتناک بتونیم بگذاریم و به اونجایی برسیم که بخواییم در مورد آینده ایران صحبت کنیم. و یک نکته من بگم، آنچه که بسیار مهم هست، اگر ما آجرهایی هستیم که میخواهیم آینده ایران رو بسازیم یا بگویم قدمهای کوچکی برداریم در راه ساختن این آینده، آنچه که این آجرها رو میتونه نگه داره و ثابت نگه داره این ملاته. به این ملات بینش باید همان شفاف بودن، درست کار بودن، عاشق ایران و ایرانی بودن باشه. گذار با یک همچین آدم هایی، با یک همچین آجرها و یک همچین ملاتی میخواد بتونیم که ایران رو به اونجایی برسنیم که بتونیم در مورد آیندهش صحبت بکنیم، یعنی نوع حکومت آیندهش. سپاس بزاریم. سپاس بانو ارجمند عزیز. نفر بعدی بانو فرهنگ وارسته هستن، دو دقیقه میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. سپاس توسل عزیز. از دید من در واقع برنامه ریزی برای دوران گذار که کار شورا باشه از پیش از فروپاشی شروع میشه که طرح و برنامه میده برای مدیریت کشور طی دوران گذار، ولی خود دوران گذار دقیقا از لحظه از روی کار رفتن دولت یا حکومت کنونی، فروپاشیده شدن این نظام محسوب میشه تا دقیقا پس از اون همه پرسی و اعلام نتایج همه پرسی
و به اصطلاح تا لحظه‌ای که در نهایت اون دولت جدید بخواد این حکومت رو به دست بگیره و رسمیت خودش رو رسماً اعلام کنه. این دوران دقیقا میشه از نظر زمانی دوران گذار. سپاس از فرصت داده شده. مایک رها. سپاس بانو وارسته گرامی. آقای دماوند میکروفون 2 دقیقه در خدمت شماست، بفرمایید. با سپاس. با سپاس و درود. دوران گذار از لحظه سقوط دولت و رژیم شروع میشه، بستگی به زمان داره که این زمان 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه، 2 سال بعضی وقتا طول میکشه تا حکومت جدید و قانون اساسی و تمام مسائلی که برای حکومت آینده مورد نیاز است و این تجهیز بشه و معلوم بشه که حکومت آینده از همان روزی که شروع به کار بکنه اون حکومت و اون دولت، این دوران رو بهش میگن دوران گذار. سپاسگزار هستم. مایک را. سپاس. نفر بعدی آقای فرهاد طالشی، 2 دقیقه بفرمایید. به نظرم میشه 2 تا تعریف داشته باشیم از بابت این دوران گذار. یکیش به صورت غیر رسمی، حداقل میتونیم از پس از همین انتخابات میشه این رو تعریف کرد و دست به کار شد، ولی به طور رسمی دورانی که به هر حال روزی که این حکومت سرنگون شده که در خلال آن نوع حکومت کشور رو به هر حال بحث و بررسی و تحلیل میشه و اشکال نهایی آن رو به رأی گذاشته میشه و این پروسه ممکنه بر روی 6 ماه تا چند ماه تا 1 سال طول بکشه. این دیگه بستگی به اون پروسه‌ای داره که در آینده بر روی آینده هنوز متولد نشده و ما نمیدونیم که چه مدت زمان میبره، ولی در این دوران بر روی حداقل کاری که واقعا لازمه که انجام بشه بکارگیری و اعمال اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که لازم این مسئله لحاظ بشه. من تمام. سپاسگزارم فرهاد عزیز. دوستان فقط میخواستم یادآوری کنم که بعد از اینکه 2 نفر دیگه هم که موندن پاسخ دادند، ما به استودیو میریم. از جناب فروتن خواهش میکنم تلفن ها رو روی صفحه بذارن. اگر همیهنان از داخل خارج مایل هستن میتونن زنگ بزنن، سوالی مطرح کنن در 1 دقیقه سریع، و اگر نامزدها مایل هستن میتونن جواب بدن. بانو سهیلا نیکپور هم که یکی از اعضای هیئت امنای نهاد هستن نوبت گرفتن که پرسشی مطرح کنن، که بانو نیکپور با پوزش بعد از سوال تلویزیونی برمیگردیم به اتاق و هنوز اینجا هستیم و سوال شما رو مطرح میکنیم. نفر بعدی دکتر سیامک رفیع‌زاده، 2 دقیقه میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید. مرسی از جاوید عزیزم با این سوالی که کرد. منم به همون مختصری که سوال مطرح شد جواب میدم. دوران گذار فاصله زمانی و مرحله عملی بین سقوط استبداد آخوندی و برقراری یک حکومت منتخب و مردمی است. متشکرم. سپاس سیامک جان. من جواب آقای سیروان رو میخونم. ایشون نوشتن با توجه به اینکه بنده بنا به دلایل امنیتی نمیتوانم حرف بزنم، از تایپ جملات طول میکشد، عذر میخواهم. میتوان گفت که ایران که الان کشور بیماری است که در حال درمان است و پس از جراحی و در پرانتز نوشتن نابودی جمهوری اسلامی، باید ریکاوری بشود. دوران گذار در ایران پس از فروپاشی رژیم همان دولت موقت است. با سپاس از ایشون. خب
این پوزش میخوام، صدای یک لحظه قطع شد. این دوره پرسش و پاسخ تموم شد. من قبل از اینکه بریم به استودیو و جناب دکتر فروتن، پروانه میخوام یک تبلیغات انتخاباتی بکنم. دوستان، در تقریبا 4:15 دیگه صندوق های آرا باز میشه برای ریختن رأی شما در این انتخابات و برای نامزدهای مورد نظر خودتون. 5 کرسی انتخاباتی موجود هستش و ما 7 نامزد داریم که امروز با بیشتر صحبتشون آشنا شدید، ایمیل ها اومده. تمام اعضای نهاد مردمی گرفته از افراد مستعار یا شخصیت حقیقی میتونن در این انتخابات رأی بدن. به سایت نهاد مردمی وارد بشید، اول لاگ بکنید با نام کاربری و نام رمز خودتون، به قسمت انتخابات برید و 5 نفر رو انتخاب بکنید و دکمه رأی دهید رو بزنید و رأی خودتون رو به صندوق بندازید. توضیحات لازم در ایمیل به تمام اعضا فرستاده شده. اگر مشکلی دارید میتونید به ایمیل gozinesh@nahadmardomi.com که از منصور عزیز خواهش میکنم روی تلویزیون هم اینو بذارن، ایمیل بزنید و میتونید از اون نظر کمک بگیرید که در این انتخابات شرکت بکنید. انتخابات مهمی هستش، چیزی که ما دنبالش هستیم و خواهش میکنم سعی خودتون رو بکنید در این انتخابات شرکت بکنید. همونش که جناب آزادی نوشتن، دقیقا شما میتونید به 1, 2, 3, 4, یا 5 تا بدید. 5 کرسی خالی هستش، تا 5 کرسی میتونید شما رای بدید. البته میتونید فقط به 1 نفر رای بدید، ولی من به عنوان یکی از اعضای نظارت بر انتخابات شما رو تشویق میکنم که به 5 نفر رای بدید، هرچی بیشتر رای بدید بهتر. بسیار خوب، جناب دکتر فروتن، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. برنامه رو از طریق تلویزیون با سپاس. با تشکر از گروه نظارت بر انتخابات و به خصوص جناب مهندس توسل رفیعی عزیز برای اجرای این بخش از برنامه مناظره بین نامزدها، و تشکر بسیار بسیار از این 7 نفر عزیزانی که از سراسر جهان، از داخل ایران با نام مستعار و از خارج از ایران، یکی از نامزدها حتی با اشکالهای امنیتی و غیره در این جلسه حضور پیدا کردن که من فکر کنم یکی از تاریخی ترین کارهایی رو که تاکنون در راه آزادی ایران انجام شده شروع بکنن. چند سال پیش در جنبش پروژه ایران فردا کاری شبیه به این انجام شد برای تشکیل، یعنی نوشتن یک روشنما، ولی فرق اصلی اون حرکت با این بود که در اونجا انتخاباتی در بین نبود، سیستم تکنولوژیش نبود، کار جدیدی بود. ولی این بار میبینیم که چگونه عزیزانی که برای آزادی ایران میخوان زحمت بکشن پا جلو گذاشتن، سوالها رو جواب دادن، و این دقیقا اون شفافیتی هستش که ما لازم میدونستیم و از روز اول و یکی از پایه های مهم نهاد مردمی هست. همونجوری که جناب توسل رفیعی گفتند، شماره تلفن استودیو روی صفحه تلویزیون هست. ما وقت زیادی نداریم، معمولا وقت برنامه تلویزیونی باید همین الان تموم میشد، ولی چون اول برنامه 10 دقیقه به خاطر اشکال های تکنیکی دیر شروع کردیم، تلویزیون اندیشه تا 10 دقیقه دیگه، 7-8 دقیقه دیگه ما فرصت میده که ما این برنامه رو ادامه بدیم. عزیزانی که از هر کجا مایلن تماسی با استودیو بگیرن و نظرات خودشون رو در رابطه با این پروسه بگن و احیانا اگر سوالی دارن بفرماین، میتونن این کارو بکنن در این دقایقی که داریم. و همچنین یادتون نره، همونجوری که جناب رفیعی گفتن، روی سایت کامپیوتر الان میتونید نگاه بکنید که 4:08:42 باقی است به شروع رأی‌گیری در این انتخابات. درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید. درود بر شما عزیزم، بفهمید. من دیروز تقاضای عضویت کردم در نهاد مردمی، بعد امروز هم صحبتهای خانم معین ارجمند رو شنیدم. میخواستم هر کاری میکنم کلیک کنم رو اون گفتن رو کلیک کنید برای رأی‌گیری، ما اصلا هر کاری که نتونستیم پیدا کنیم. بله، الان من خدمتون توضیح میدم. خیلی متشکرم از تلفنتون. همونجوری که خدمتون توضیح دادم و الان رو صفحه تلویزیون میبینید، هموطنان عزیز،
هنوز 4 ساعت مونده به آغاز رأی گیری. اینجا نوشته آغاز رأی گیری در 4 ساعت دیگر. باید لطف بکنید و صبر بکنید تا وقتی که 4 ساعت شروع 4 ساعت دیگه میشه 4 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا، در اون زمان هستش که عزیزانی که عضو نهاد مردمی باشن و اگر هم هنوز عضو نشدید 4 ساعت وقت داره که از طریق سایت عضو بشید، برای اینکه وقتی که انتخابات شروع بشه دیگر کسانی که عضویتشون تاریخش حتی 1 ثانیه بعد از شروع رأی‌گیری باشه دیگه نمیتونن رأی بدن. بنابراین شما 4 ساعت وقت دارید از طریق اینترنت عضو بشید و بعد در حدود 3 روز فرصت دارید که رأی بدید. درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. الو، بفهمید بانوی عزیز، بفهمید. با آقای دکتر فروتن میخوام صحبت. من ایمان فروتن هستم. درود بر شما، بفهمید بانوی عزیز. سلام آقای دکتر، من میخواستم سوال کنم از این کسایی که کاندید کردن خودشونه، شما هیچ بکراند سیاسیشونه میدونین؟ یعنی آگاه از عقاید سیاسیشون هستین یا نه؟ منظورتون از طریق آگاهی سیاسی اعتقادشون به یک نوع حکومت مثلا پادر؟ بله، اینن همین. و آیا این بهرحال در نظر گرفته میشه برای انتخاب افراد یا نه؟ خیلی متشکرم از سوالتون، چقدر سوال مهمی است بانوی عزیز. اطلاعاتی که این عزیزان در سایت نوشتند اطلاعاتی است که برای عموم هست. نهاد مردمی یکی از جاهایی هست که از روز اول اعلام کرده که برای همبستگی به هیچ وجه از هیچ عضوی، از هیچ پشتیبانی، از هیچ نامزدی سوال نخواهد کرد که شما طرفدار پادشاهی هستید، جمهوری هستید، چپ هستید، راست هستید و غیره. اگر ایرانی هستید، مخالف جمهوری اسلامی هستید، به 5 اصل نهاد مردمی معتقد هستید، قدم شما روی چشم نهاد مردمی. بنابراین جواب پاسخ سوال شما این هستش که بنده یا اشخاص دیگر ممکنه احیانا به خاطر تماسایی که در سالها داشتیم بدونیم که بعضی افراد چگونه فکر میکنن، ولی به هیچ وجه اون سوالها از هیچ کس نمیشه، حتی در پرسشنامه های انتخاباتی. درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. الو، درود بر شما، قربان، بفهمید. بفهمید، صحبت کنید. آقای فروتن، من ایمان فروتن هستم. درود بر شما، بفهمید. سلام علیکم آقای فروتن، حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم، مرسی. من ملکوتی هستم. لطف کردید، صداتون پخش میشه، وقت کمه، بفهمید. من خواستم خواهش کنم که نوع حکومت چی هست که الو؟ بله بله دوستان، از همجوری گفتم نوع حکومت از لحاظ اکثر اعضای نهاد مردمی در آینده ایران یا پادشاهی پارلمانی خواهد بود و یا جمهوری پارلمانی. ولی ما نه امروز از کسی میپرسیم و همینجوری که دیدید عزیزان جواب دادن، هیچ کدوم از نامزدها صلاح نمیدونستن که اون سوال امروز مطرح بشه و حتی در رابطه با اون صحبت بشه که 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر در خارج از کشور بخوان در رابطه با آینده ایران تصمیم بگیرن، ولی خب مسلما نظرات رو همه دارن. درود بر شما، صداتون پخش میشه، بفهمید، خواهش میکنم. الو، بفهمید. الو، بفهمید. درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. الو، بفهمید، قربان، صداتون پخش میشه. صدا پخش میشه؟ بله بله، بفهمید. یه فروتن بود جمع. درود بر شما، صداتون پخش میشه، بفهمید، خواهش میکنم. الو، سلام علیکم. سلام علیکم قربان، بفهمید. بفهمید. درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. ویدیو رو آماده کنیم. الو، بفهمید. یه تلفن دیگه و بعد با یک ویدیو برنامه رو خاتمه میدیم. درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. سلام آقای فروتن. سلام عزیزم، درود بر شما، بفهمید. من برای اون زیاد اقدام کردم ولی نتونستم برای نامزدی عضو مستعان هستم. بله، متاسفانه مهلت نامزدی 1 هفته پیش حدوداً تمام شد، ولی بسیار بسیار جا هست که شما عزیزان چه با نام مستعار و یا حقیقی در نهاد مردمی همکاری بفرمایید. اگر که مایل هستید حتی در شورای مدیریت شورای دوران گذار خودتون رو نامزد بکنید، میتونید که بیوگرافی و رزومتون رو به این گروه منتخب در هفته آینده بفرستید. در گروه های تخصصی میتونید کار کنید و یا هر گروه دیگر. هموطنان عزیز، وقت برنامه ما به پایان رسیده.
من بسیار بسیار متشکرم از شما عزیزان که همکاری کردید و همراهی کردید در این روز تاریخی برای کاری مهم کردن در راه آزادی ایران، و به افتخار این اجازه بدید یک ویدیوی محلی من از جانب شما چه انتخاب کردید، ویدیو بلوچی با هم نگاه میکنیم تا وقتی که برنامه‌مون تمام بشه از تلویزیون اندیشه. مطمئن باشید که اینجوری که همه داریم با هم کار میکنیم ما پیروز خواهیم بود و با کسی هم شوخی نداریم، چون حق با ماست. بعد از این ویدیو پخش ادامه این گفتگو و مناظره از تلویزیون اینترنتی نهاد مردمی ادامه خواهد داشت. عزیزانی که نمیدونن چگونه، صفحه کامپیوتر رو لطف کنید نگاه بکنید، تشریف میبرید به سایت نهاد مردمی .com و روی صفحه اول پایین دست راست یک دکمه هست و نوشته پخش زنده برنامه تلویزیونی، اولین دکمه قرمز هست. یه صفحه تلویزیون میاد و به محض اینکه روی کلیک بکنید صدای بنده و صدای دوستان میشنوید. خدا نگهدار تا هفته آینده. آینده ایران در دستان شماست.